مسئولان وزارت مالیه روز گذشته طی نشست حمایت از پیشوران و دکانداران گفتند که جهت حمایت از مالیه دهندگان متوسط و کوچک تخفیف مالیاتی را برایشان پیشکش کرده است. و گفته مسئولان امارات اسلامی در وزارت مالیه کشور، پیشوران و دکانداران که قبلا 1.5% مالیه به دولت واریز می‌کردند، از این به بعد 0.5% برایشان مکلفیت است. مسئولان وزارت مالیه امارات اسلامی میگویند جهت حمایت از پیشوران و دکانداران 1% مالیات را کاهش دادند. هدایت الله بدری در نشست حمایت از پیشوران و دکانداران گفت جهت رفع مشکلات مالیه دهندگان متوسط و کوچک مالیات را کاهش دادند تا کسب و کاران به مشکل بر نخورند. سرپرست وزارت مالیه افزود که مالیه دهندگان از پرداخت مالیات فرار نکنند و با این وزارت همکار باشند تا در شکوفایی اقتصاد کشور شامل شوند. ترڅو هیواد مو ښه اقتصاد ولري او ولس مو په اقتصادي فعالیتونو کې برخه واخلي او د ښه ژوند زمینه ورته برابره سي. د مالیه وزارت د اسناکو مالیاتي نورم په بې ساري ډول راټیټ کړ. دا د دې لپاره ترڅو اسناکو ته د کاري فرصت زمینه نور هم برابر سی. در همین حال معراج الدین معراج رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه گفت امارات اسلامی با پیشوران و تاجران همکاری کرده تا آنها بتوانند هم مالیاتشان را پرداخت کنند و هم برای زندگیشان کار را کرده باشند. خواهی معراج گفت که 68% مالیات را برای پیشوران وزارت مالیه معاف کرده است که پرداخت باقی مانده مالیات وظیفه دینی و ملیشان است که پرداخت نمایند. رئیس گمرکات تصحیح کرد که عواید وزارت مالیه نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است که 50% مالیه را این وزارت برای پیشوران کاهش داده است. زمونږ دغه ملت په هیڅ طریقې سره مونږ د مالیات راکړي او ان شاء الله تعالی که څنګه چې ترونه کوو مونږ د یو کال جریان کې تاسو ثابت کړل چې مونږ دغه وطن په خپل ټول باندې درولې شو. مونږ اوس کې فعالیت راځه تللې چې مونږ انکشافي عادي بودیجه د خپل داخلي عواید نه په ډېرې ښې طریقې سره پوره کولی شو تمویل کولی شو. در همین رابطه صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشوران ولایت کابل گفت در 20 سال گذشته با وجود کمک های میلیون دلاری کار بنیادی برای کسب و کاران و دکانداران صورت نگرفته است. آقای قریشی گفت در این اواخر عرصه برای کسب و کاران و دکانداران به خاطر بالا بودن مالیات تنگ شده و بسیاری از جوانان کسب و کار ترک شغل کرده و به کشورهای خارج پناهنده شده است. شما شاهد هستید که در این اواخر بعضی ادارات دولتی به خاطر اینکه عواید زیادتر داشته باشند در شهر کابل پیشاوران و دکانداران را با چالش های گوناگون مواجه ساختند، حتی اینکه زیادترشان بیکار و روانه مهاجرت شدند. امید است روزگار مردم در نظر گرفته شود تا جلوی بیکاری و چنین مهاجرت ها هم گرفته شود. قابل ذکر است که مسئولان وزارت مالیه میگویند که مالیه دهندگان بزرگ متوسط و کوچک یکی از بخش های تاثیرگذار در شکوفایی کشورند. آنها تاکید میکنند و به مالیه دهندگان اطمینان میدهند که مالیهشان را در جهت اهداف نیک و خوب استفاده میکنند و از فساد آن جلوگیری میکنند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.